خدا رو شکر برای این پرستش عالی. امیدوارم جانهاتون در هر وضعیتی که بوده باشه در حضور غنی خدا آروم و قرار بیشتری گرفته باشه. آمین. همینطور خدا رو شکر و سپاس میگیم برای یک روز دیگه، برای یک فرصت دیگه که اجازه داریم تک تک ما نعمت حیات رو تجربه کنیم. به وسیله چی این نعمت حیات رو تجربه میکنیم عزیزان؟ به وسیله ساده ترین و لطیف ترین و بیشکل ترین چیزهایی که خدا به ما داده. میدونی چیه؟ بالاترین سعادتی که هر لحظه تجربه میکنیم و حقیقتا شکر و سپاس داره، تنفس، نفس کشیدن. لطیف ترین، بیشکل ترین، که انقدر برامون عادی میشه که این موقع حقیقتا اصلا متوجه نیستیم. انقدر عادی و تکراری میشه که نمیفهمیم چه سعادت عظیمی رو خداوند نصیب ما کرده. به قول سعدی، وقتی اینجا رو داشتم مینوشتم یاد سعدی شیراز افتادم که گفت هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون بر میآید مفرح ذات. مخصوصا وقتی آگاهانه باشه، چطور ما رو از آینده و گذشته رها میکنه و میپیونده به لحظه حال. میخوایم با هم یه نفس عمیق بکشیم؟ آگاهانه. به راستی از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. آمین. حقیقتا شکر و سپاس. همینطور میخوام شکر کنم به خاطر این پیام‌های عالی که در دو هفته اخیر شنیدیم. امیدوارم از طریق رسانه‌ها این پیام‌های عالی رو شنیده باشین که پر از حقایق جاودانی بود عزیزان. میتونم بگم مثل سوک بود، مثل اون میخایی بود که بر زمین‌های دل ما میتونست بشینه و یک تأثیر ابدی، یک تأثیر جاودانی و قلب‌های ما بذاره. راستش ما هفته پیش خیلی شاخک‌های روحانیم تیز شده بود. معمولا وقتی هفته بعدش نوبت من، هفته قبلش خیلی متوجه و آگاهانه گوش میدم تا هم خدا با خودم حرف بزنه، هم یک الهامی برای پیام این هفته دریافت کنم. اول نکته‌ای که با من برخورد کرد، انقدر عزیزان مثل اون تنفسی که انقدر عادی میشه برای ما، تکراری، عادی، ساده بود که اصلا فکرشو نمی‌کردم که گوش کنم، چه برسه یادداشت کنم. این کلام این بود، یوحنا 8:31، اگر شما در کلام من بمانید حقیقتاً شاگرد من خواهید شد و حق رو خواهید شناخت و حق شما را آزاد می‌کند، حق شما را رستگار می‌کند، حق شما را خلاصی می‌بخشد، رهایی می‌بخشد. از چی عزیزان؟ از ناآگاهی، از تاریکی جهالت. گفته شده که جهل حقیقتاً شیرین ترین بالشیه که میشه زیر سرمون بذاریم، راحت بخوابیم و عالی ترین رویاها رو باش ببینیم که من کی هستم، چی هستم، خدا برای چی منو خلق کرده، هدفش برای نجات من چیه، اصلا چه فرقی میکنه. خوبه که ما سرمون رو بذاریم رو بالش، فقط در حباب زندگی کنیم. حقیقتاً قبل از ایمانم منم همین روش زندگی رو داشتم و این آیه حقیقتا وقتی شنیدم، با اینکه در سمینارهای مختلف از این آیه استفاده کرده بودم، ولی انگار این دفعه خداوند یک ادراک متفاوتی به من داده بود. همینطور میرفتم فقط این آیه رو نگاه میکردم، ورق میزدم جاشو نگاه میکردم، انگار که حس داشت این آیه، انگار نفس میکشید، انگار زنده بود، انگار فعال بود. اصلا چقدر ما با بعضی آیه ها خودمونی میشیم، نیست؟ به خاطر تکرار بی رویه چقدر برامون عادی میشه، انقدر برامون عادی میشه که اون جوهر و هسته اصلی خودش، اون اصالت، اون پیامی که میخواد به ما بده، پشت اون واژه ها یه جوری پنهان میشه. درسته؟ به خاطر اینکه تکرار شده، یه جوری حقیقت نابش قایم میشه، پنهان میشه. و بازم به اینجا که رسیدم یاد شاعر
پر آوازه خودمون سهراب سپهری افتادم که میگه چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید، واژه ها رو باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. یعنی فقط کافی نیست به باران بگیم ما باران رو میشناسیم، خورشید اومد به آبها خورد، آبها گرم شد، بعد این به بخار تبدیل شد رفت تو آسمون، بعد باد اومد به این بخارا خورد تبدیل به ابر شد، بعد ابر تبدیل به باران شد. آیا کافیه؟ داره چی میگه برادرمون سهراب؟ داره میگه از یک معرفت ناب داره سخن میگه، میگه انگار یه حقیقتیه که پشت حجاب واژه ها چطور پنهان میشه. اگه بیشتر توجه کنیم، اگه روح خدا پادرمیونی کنه، اگه این حجاب ها کنار بره، اگه روح خدا بیاد آشنایی زدایی کنه، عادت زدایی کنه، چی میشه؟ اون نور آگاهی عزیزان میاد تاریکی جهل و کنار میزنه، مکاشفه خدا میده، اسمش مکاشفه است. وقتی اول پیدایشو میخونی 7 بار خداوند گفت روشنایی بشه. عزیزان به روشنایی فیزیکی اشاره نمیکرد، به مکاشفه اشاره میکرد. اصل تکرار در نزد خدا از اهمیت خیلی مهمی برخورداره، روشنایی شود. و هر دفعه که گفت روشنایی شود گفت چقدر نیکوست، خوشمان آمد، بسیار نیکوست، چقدر عالیه. در زمانی که زمین توهی خالی و بایر بود نور خدا اومد، اون نور خدا به وسیله کلام خلاق زنده فعال او اومد، حرکت رو از انحراف جدا کرد. عزیزان آبهای بالای فلک رو از آبهای پایین فلک جدا کرد، زیر اون آبهای متلاطم که به هیچ فکر خطور نمی کرد، هیچ چشمی نمی دید، خدا دید و قیام داد، رستاخیز اعلام کرد. زیر اون آبهای متلاطم زمین پنهان شده بود، در اون زمینی که بذر بود پر از ثمره بود، خدا اینو دید. تا چی بشه عزیزان؟ تا امروز من و تو هم اون نور رستگاری، اون نور رهایی، اون نور آگاهی از طریق کلام خلاقه و زنده خدا با من و تو برخورد کنه. آمین. و احساسی از ستایش و اوج زندگی در قلب من و تو ایجاد بشه و اعلام کنیم که خدا حقیقتا نیکوست، چه بسیار نیکوست، خدا چقدر نیکوست. و در هر شرایطی، هر وضعیت بخرنجی، حقیقتا خدا نیکوست و رحمتهای او ابدیه، رحمتهای او زوال ناپذیره. تمام پیامی که یوحنا به ما میده از باب 8:31 میگه اگه این کلام زنده من در تو مکاشفه بشه، در تو روشن بشه، تو حق رو میشناسی. عزیزان روان ما تشنه حقیقته، وقتی با این نور برخورد میکنه، این نور آزادی و رهایی میاره. تنها و تنها عزیزان، تنها و تنها این طبیعت کهنه که 2 بار 2 هفته و بارها و بارها پاستور راجبش صحبت کرده، در پرتو حضور آگاهی من و تو عزیزان، در پرتو این نور خلاقه خداست که چی میشه؟ مثل برف آب میشه، ذوب میشه. باور میکنین؟ تو نمیتونی نفسو و ثمرات نفسو بکشی، نمیتونی با او جنگ کنی، نمیتونی از بین ببریش. جنگ تو با طبیعت کهنه او رو کینه ورتر میکنه. بازم به قول سعدی میگه پلنگ از زدن چی میشه؟ کینه ورتر میشه. انسان کهنه اون تو حقیقی تو رو که تاب تحمل، اون انسان کهنه تاب تحمل نور حقیقت و آگاهی و شناخت رو نداره. وقتی حقیقت نور با اون برخورد میکنه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ طبیعت کهنه ذاتشه که حسادت توشه، خودخوری توشه، غم و غصه توشه، خودخواهی توشه، حسادت توشه. این طبیعت کهنه است، درسته؟
ولی با نور آگاهی وقتی متهمی همین فقط متوجه میشه این هست، این مال طبیعت کهنه است، فقط با من فرق میکنه، اون موقع روشنایی میشه. آمین. تمام این چیزایی که گفتم فقط مقدمه بود. من از این آیه‌ای که پاستور هفته پیش گفت فقط مقدمه رو آماده کردم، برای اینکه میخوام در پرتو این نور، در پرتو این حقیقت پیام امروز رو بشنوید. پیام امروزم از دو تا جمله پاستور وام گرفتم، وام با بهره. دو تا جمله بود که فوری نوشتم. انسان کهنه هرگز صبر نداره. طبیعت کهنه اصلا نمیتونه صبر کنه. وقتی به این بازم فکر میکردم، هیچ چیزی عزیزان مثل بی‌صبری، ساختار روانی، اون پوسته سخت انسانی رو سخت و فربه نمیکنه. بی‌صبری باعث میشه عزیزان وقتی که ما در مقابل زمستانهای انکارناپذیر زندگیمون، شرایط سخت زندگیمون گیر میکنیم. میشه بگی زمستون نباشه فقط بهار باشه؟ میشه تابستون باشه؟ زمستانها عزیزان انکارناپذیره، ولی این انسان کهنه نمیتونه بپذیره. من خودم یکی از اونا بودم و هستم، هم هنوز دارم، خدا داره رو من کار میکنه. وقتی مقاومت میکنه عزیزان، وقتی ما مقاومت میکنیم در مقابل زمستانهای اقتصادی، زمستانهای روحانی که از همه جانسوزتره، زمستانهای عواطف، جداییها، رابطهها، بیماریها، دلتنگیها، عزیزان ناامیدیها، رکودها، کم لطفیها، زمستانهایی که تو زندگیهای ما میاد، گاهی برودتش استخوانسوزه و چالش برانگیز. و وقتی کنار نمیای، وقتی نمیپذیری چی میشه؟ سخت و خشک میشه حتی وجود تو، حتی جسم بیرونی تو، و این جریان آزاد نیروی حیاتی در تو مسدود میشه. باور میکنی کیا هستن که این تجربه رو کردن؟ شونه هامون درد میگیره، فشار بهشون میاد، و بعدش ثمرش چی میشه؟ پر از منفی‌گرایی، ناشادی، شکایت، رنج، غم و اندوه و غصه. ولی وقتی ثمره صبر، هللویا، این میوه، این فضیلت عالی که میتونم بگم مادر تمام فضایل اخلاقیه، اجازه میدی در تو به وسیله روح خدا شکل بگیره، دوباره یعنی مقاومت میپذیری، دوباره وصل میشی به چی؟ اون نیرو، منبع نیروی حیاتی که خود خداست. بازم چه زیبا عیسی مسیح خداوند میگه در متی باب 5 آیه 5، چقدر مبارکن حلیمان، چقدر مبارکن صابران، زیرا زمین را به تملک خود در میارن. انگار میگه عیسی مسیح میگه این انسان درونی قوی میشه، قدرتمند و توانمند میشه، به طوری که احاطه پیدا میکنه روی تمام این زمستانهای انکارناپذیر زندگی ما. ولی ای دریغا، ای صد دریغا عزیزان، که این میوه صبر فقط و فقط در مصیبتها، زحمتها، فصلهای زمستانی به دست میاد. سختی و زحمت که تو زندگی ما میاد مثل اون چکشه سخت مجسم سازه که میخواد از سنگی زمخت و زشت یه تندیسی زیبا بسازه. اگه سنگ زبان داشت فریاد میزد، ناله میکرد، بس دیگه دستتو بردار، ولی اون مجسم ساز یک هدف عالی داره، سازنده ما یه هدف عالی داره، میخواد وقتی نگاه میکنه هم خودش لذت ببره، هم تحسین هر کسی که این سنگ زیبا، این تندیس زیبا رو میبینه به برانگیزه. مرسی عزیزان. این هدف نهایی خدا از نجات ماست. این تنها هدف تعالی من و توه. ولی یک خبر خیلی عالی که خودم بارها تجربه کردم، برای این زمانهایی که سخته، برای این زمانهایی که مصیبتهایی توی زندگیت میاد عزیزان که اصلا نمیتونی برای کسی تعریف کنی،
میخوام بهت بگم در این زمانها بزرگترین نمایش قدرت خدا، این سنگ تراش خبره و خستگی ناپذیر که این موقع بدون نفس کشیدن تو زندگی های ما کار میکنه، این نیست که زمستون های ما رو از بین ببره، این نیست که زمانش رو کوتاه کنه، این نیست که سرماش رو یکمی معتدل تر کنه. بزرگترین نمایش قدرت خدا در این زمانها عزیزان اینه که ما رو در محبت خودش نگه میداره. باور میکنی؟ ما رو در محبت عالی و عظیم خودش نگه میداره تا عمل دست خودش به پایان برسه. این صبر الهی در من و تو شکل بگیره به وسیله شکستن این پوسته های سخت انسان کهنه. اگه پدران متعهد و دلسوز، دوباره تکرار میکنم، اگه پدران متعهد و دلسوز به اندک زمانی موافق صلاح دید خود بچه های خودشون رو تأدیب میکنن، چقدر بیشتر پدر آسمانی که میخواد من و تو شریک قدوسیت او بشیم. هرچند این تأدیب ها نه از خوشی ها بلکه از درد هاست، درد میکشیم، ولی در نهایت میوه های عدالت، سلامتی برای چه کسایی عزیزان؟ برای کسایی که متحمل شدن، صبر کردن این دورانو به عمل میاره. آمین. تعالیم خیلی زیادی راجع به صبر شنیدیم، میدونم شاید 4 موعظه و تعلیم من خودم بارها و بارها راجع به این صبر دادم، اما الان میخوام عزیزان خوب گوش کنین، میخوام این صبر رو، این میوه، این فضیلت عالی صبر رو در پرتو صبر الهی، صبر خدا نگاه کنیم. حاضرین کمربند دلهای خودمونو ببندیم تا پرواز کنیم دقایقی به عهد عتیق؟ حاضرین؟ در خروج باب 34 آیه 4، زمانی که موسای عجول و بی صبر خدا او رو انتخاب کرد و میخواست این خصلت الهی او رو ملبس کنه و ظرفی مستعد در دستای خدا بشه تا تبدیل بشه به حلیمترین مرد دنیا، خودشو به موسی مکاشفه کرد. اینطور یهوه، یهوه خدای رحیم، خدای فیاض، خدایی که باکنده از صبر و بردباریه، خدایی که پر از وفاداری و پایداریه، خدایی که آمرزنده هزارانه، هزار پشته، خدایی که خطا و عصیان و گناه رو می آمرزه. و همین مکاشفه بود عزیزان از صبر و محبت الهی در رابطه با من و تو که باعث شد موسی که بارها و بارها عصیان قوم رو می دید، شورش ها و گردن کشی های قوم رو می دید، یادش می افتاد چه خدایی رو ملاقات کرده، خدای دیرخشم، خدای فیاض، خدای صبور. و به جای اینکه به خودش بپیچه شروع می کرد برای قوم شفاعت کردن و دوباره صبر خدا رو در زمان نوح میبینیم که شروع میکنه به آشکارسازی. اول پتروس خیلی زیبا میگه حلم و صبر خدا رو نگاه کنید. قومی سرکش، قومی اسیانگر، اما 120 سال خدا صبر کرد فقط برای اینکه جماعتی قلیل نجات پیدا کنه. تازه بعدش 7 دیگه هم صبر کرد تا نوح و خانوادش وارد کشتی بشن. گفت شاید تو این 7 یه چند نفر بیشتر نجات پیدا کنن. آیا شگفت انگیز نیست؟ تازه بعدش وقتی که صبر کرد فقط 8 نجات پیدا کرد. من اگه جای خدا بودم گفتم ببین سری یه روزه همه تون وارد کشتی بشین، دیگه جونم به لبم رسید. ولی خدای صابر که عاشق نجات من و توست،
عاشق یکی شدن به من و توست. عاشق اینه که این خصلت الهیش در من و تو شکل بگیره. به راستی مزمور نویس چقدر زیبا میگه کیست در میان ما خردمند که به این چیزها تفکر کنه، که ایشان صبر و حلم خدا رو خواهند فهمید. وقتی داوود پادشاه رو میبینیم در اون گناهان هولناک دست و پنجه نرم که خودش میگه که مستحق مرگه، در دوم سمای دوباره و دوباره گناه میکنه، ولی میگه من نمیخوام تو دست انسان بیفتم، بهتره تو دست خدا بیفتم، چون رحمت ها و صبر خدا عظیمه. تمنا این که تو دست خدا بیفتم. میبینی چقدر زیبا اون صبر الهی رو میشناخت. بارها و بارها تو زندگیش تجربه کرده بود. برای همین تو مزمور 71 آیه 20 میگه خدای کیست مانند تو؟ ای خدایی که تنگی های بسیار و سخت رو به ما نشان دادی، رجوع کرده دوباره ما رو زنده میکنی. تجربه کردین؟ یه موقع انقدر عشق و غم میاد که فکر میکنی دیگه هیچ وقت این دوران زمستون تموم نمیشه، ولی او دوباره میاد، دوباره ما رو زنده میکنه، دوباره ما رو از اون عمقهای آبهای زمین بیرون میکشه. داوود میگه خدا بزرگی مرا مزید میکنی، تو برگشته مرا تسلی میدهی و من هم دوباره تو رو با بربد میستایم، یعنی راستی تو رو ای قدوس اسرائیل. وقتی نهیمیا گناهان قوم خودش و اسرائیل رو میبینه که چطور فتنه انگیز، آشوبگر و ناسازگار بودن، اینطور دعا میکنه به تو ای خدا اهانت عظیمی کردن، اما به یاد بیار صبر تو چقدر عظیمه. تو اونا رو ترک نکردی، 40 سال تو بیابان پاهاشون ورم نکرد، لباساشون کهنه نشد، چون تو خدای غفار رحیم صبوری هستی، تو خدای کثیر لحسانی هستی. تو به خاطر صبر تو بود که این قوم رو ترک نکردی. در دوم پتروس وقتی افراد هجوم می آوردن، چرا پس خداوند ما نمیاد، چرا تأخیر کرد، هی میایین میگی خداوند میاد به زودی بازگشت میکنه، پتروس میگه ای عزیزان خداوند در وعده خودش تأخیر نمیکنه، چنان که بعضیا فکر میکنن که داره تأخیر میکنه، بلکه بر من و شما صبر میکنه، صبوره تا کسی بین ما هلاک نشه بلکه نجات پیدا کنه. آمین. و نقطه مقابل صبر خدا بی صبری انسانه، انسانی که بدون نور آگاهی با بی صبریش دائما کنترل شرایط و مشکلات خودشو میخواد تو دست بگیره. و جالب اینه عزیزان، خیلی خوبه بدونین که صبر الهی هرگز از دعا، طریق دستگذاری، طریق تطهین روغن، طریق یه شخصی به یه شخص دیگه هرگز منتقل نخواهد شد. وقتی اجازه میدی، وقتی شخصا انتخاب میکنی، زندگی تو میسپری به دست روح خدا، مخصوصا در وضعیتهایی مثل اون طوفانها، گردبادها، مخصوصا شماها که مهاجر هستین، چقدر این چیزها رو تجربه میکنین، اینا رو فرصتی مختنم میدونین، میسپرین دست خدا. هر وقفهی که در پاستون، خونه، بیماریهایی که میاد، نمیدونین که تموم میشه، هر آزمایش، هر تجربه، هر تأخیر، هر وقفه به دست خدا عزیزان، به دست روح خدا فرصتی مغتنمه که این میوه الهی در من و تو شکل بگیره. باور میکنی؟ وقتی به این طبیعت ناپایدار فرصت قد علم کردن نمیگی، فرصت تصمیم گیری نمیدی، با غذاهای مقوی کلام خدا، شراکت در پرستش ها، تغذیه روحانی و از کلام خدا دعا، تو کمک میکنی اون شعور عظیم یعنی روح القدس از طریق تو ثمره صبر الهی رو به بار برشونه. باور میکنی؟ باور میکنی که امروز تو اتفاقی رو این صندلی ها نشستی؟ تو که شاید در طوفان ها نباشی ولی میری یه روزی، شاید نیازهای خیلی مبرم و حادی در این لحظه نداری، شاید فقط یک نیاز طبیعی داری، یه همسر داشته باشی، یه شغلی داشته باشی، میگی کافیه من که چیزای بزرگ نمیخوام،
سلامتی فرزندامو میخوام، شفای رابطه میخوام، یه پاس میخوام، خونه میخوام. شاید چیزی نمیخوای جز این وعده خدا که در زمین خدا میخوای پرورده شی، از یه امانتهای کم اون میخوای متلذذ بشی. ولی بیا امروز این نعمت عالی رو اختیار کن، بهره مند شو. این نعمت چیه که خودت اختیار کنی که اجازه بدی خدا در این زمانها این میوه رو در تو به وجود بیاره. به جای آه و حسرت، به جای قبطه، به جای شکایت و ناامیدی، منتظر خدا باشی عزیزان. یعنی چی؟ یه موقع ما دعا میکنیم ولی منتظر خدا نیستیم، میگیم پاس میخوایم، اینو میخوایم، همین الان بده، 6 ماه گذشت چرا ندادی؟ ولی کسی که منتظر خداست عزیزان، دعا میکنه، رها میکنه، به دستای خدا میسپره و منتظره. نه منتظر جواب دعاش، نه منتظر نتیجه دعاش، بلکه منتظر خداست. کلام خدا میگه منتظران خدا خجل نمیشن، نه اونانی که منتظر جواب دعا و آرزوهای خودشون هستن. منتظران خدا قوی شده عزیزان، قوت میابن، مثل عقاب در آسمانهای ایمان پرواز میکنن، خسته نمیشن، درمانده نمیشن. منتظران خدا عزیزان. در اکتبر 2017 درس خیلی عمیق خدا میخواست از صبر و انتظار به من بده. به طور ریشه‌ای میخواست این فیض رو یکمی بیشتر به من ببخشه. البته سالها فیض خدا باطل نشده. خدا تو این قسمت چون شخص خیلی عجولی بودم خیلی هم بیشتر رو من کار کرده. ولی این دفعه به طور خاص خیلی عمیق‌تر بود، خیلی ریشه‌ای بود. هر دفعه که یه توی مشکلی میافتادم زودی ماسک روحانی میذاشتم، شروع میکردم به روزه دعا، خدای به میان بیا، باید به میان بیا این مشکل رو حل کنی. ولی خدا این دفعه داشت من توی شرایط، توی بنبست خیلی ناجوری فرو میبرد که اصلا باور کنی نه دعا میامد نه روزه جون داشتم بگیرم. فقط وقتی در مدرسه صبر، نه به دلخواه خودم، با سکای روح القدس ثبت نام کردم، لابلای کلامش بارها اینو شنیدم، منتظر خدا باش، منتظر خدا باش عزیزان. اونجا بود تمام اون تاب و توانم که هر دفعه داشت از دست میرفت جمع کردم و شروع کردم تمام آیه هایی که راجع به منتظران خداوند گفته بود. اول بهونم این بود که به صورت یه مسکن ازش استفاده کنم، هر روز اعلام میکنم. ولی به طور عجیبی عزیزان، خوب میخوام گوش کنین، دیدم حالم داره بهتر میشه، یک نیرو قوت تازه یافتم، شرایط من اصلا عوض نشده بود، ولی همینطور احساس میکنم در روح دارم قوی تر میشم و خداوند بیشتر داره حرف میزنه، صدای خدا رو میشنیدم. یادم اولین باری که مزمور 130 رو با اشکا در حضور خدا دستای بلند خوندم، اینطور نوشتم منتظر خدا هستم. و منم میگفتم جان من منتظر خداست، به کلام او امید دارم، جان من منتظر خداست، منتظر خدا هم زیاده از منتظران صبح. اینو اعلام میکردم، دوباره جانم طغیان میکرد. یه جوری میخواستم حقانیتم رو ثابت کنم، یه جوری میخواستم قدمهای انسانی بردارم، یه جوری میخواستم دلم خنک شه، این سوزشش، این سرمای سخت یه جوری تقلیل پیدا کنه. دوباره میرفتم سراغ کلام خدا. این قسمت کلام خدا که باور کنی مسکن نبود، ویتامین بود، به کمپلکس بود، پیش از غذا بود، بعد از غذا بود. همجور روزی چند بار اینو تکرار میکردم، مزمور 62 آیه 5، جان من تنها در برابر خدا سکوت کن، تنها در برابر خدا انتظار بکش، چون که امید من فقط از جانب اوست، او یگانه صخره و نجات من است، دژ بلند من، پس جنبش نمیخورم. بر خداست امید من، نجات من، عزت من، نه هیچ انسانی. و
بعد به جای هر اسرائیل و هر اسمی اسم خودم رو میذاشتم نسرین بر خداوند امید داشته باشه، زیرا صبر و رحم از جانب خداست، همین خدایی که یه سر سوزن خصوصیتشو اینجا گفتم. بعد میدیدم این آیه ها، این پیام ها یه جور هضم نمیخواد، انگار خیلی سنگینه. میرفتم سراغ دسر، باید دسر پیدا میکردم. دسر من مراسی ارمیا بود که باید این غذاهای سنگین رو هضم میکرد. تو مراسی ارمیا باب 3 واقعا مثل یه دسر خوشمزه بود برای من. آیه 26 میگه خوب است، اسم خودم گوشم، که نسرین امیدوار باشد و با سکوت انتظار خدا را بکشد. کیست که بگوید یا واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشد؟ آیا از فرمان حضرت اعلی هم سختی و هم خوشی نمی آید؟ پس چرا نسرین شکایت کند؟ چرا نسرین زق بزنه؟ عزیزان، در زبان عبری کلمه صبر به معنی قاواست، یعنی تنابی پیچیده، تنابی تنیده شده با امید و انتظار. اگه ما کلمه صبر رو از طریق کلام خدا این بار معنایش رو متوجه نشیم، صبر برای ما چیه؟ زور، جبر، له شدن، به قرصای اعصاب متوسل شدن. کسایی که برای خدا منتظرن مثل عقاب بالاشون قوی میشه، حتی اگه تا ابدیت طول بکشه. و در نهایت آخرین آیه‌ای که همین جوری میخوندم و واقعا قورتش میدادم، این برام مثل کافه های صبح بود. صبح که در رو میبستم، یه هلموزم اینطوره، یه شیرنی و یه کافه برمیدارم، سکوت، این دیگه جان منو حقیقتاً بالا میکشید. میگفت ای همگانی که منتظر خدا هستین، تو مزمور 30، دل قوی دارید، نیرومند باشید. با چی؟ با تغذیه های نیکوی کلام. چرا باید منتظر خدا باشیم؟ عزیزا اینو خیلی گوش کنین، عالی. یعنی میگه چون که اشعیا 30 آیه 18 میگه چون خدا هم منتظره. در زمانی که منتظرین، خدا هم منتظره. جالب نیست عزیزان؟ منتظره برای چی؟ منتظره تا بر شما منتظران خداوند با فیض عمل کنه. او بر میخیزه تا بر شما رحمت کنه. عزیزان، ما میتونیم با تلاشای انسانیمون، چیزای شوهر، زن، هم پاس، خونه، بیماریامون شفا پیدا کنه. میگه اصلا حقیقتا وقتی من اینو میخوندم تمام وجودم پر از هیجان میشد. میگه خدا منتظره کسایی که منتظر اون رو هستن تا برخیزه با اون بازوی پرقدرت پدرانش با فیض عمل کنه. عزیزان، زندگی مسیحی سخت نیست، غیر ممکنه اگه تحت کنترل روح خدا نباشه، اگه بازخورهای مثبت رو به خورد خودت با تصمیم گیری صحیح ندی. میخوام یه داستان برات تعریف کنم. شخصی بود که دو تا سگ داشت، سیاه و سفید. اسب سیاه و سفید پاستور یادتونه؟ الان بیاین تو سگ. با همین دو تا سگ سیاه و سفید، عزیزان، یه دهکده رو چیکار کرده بود؟ سرکیسه کرده بود. هر وقت که میرفت دهکده، افراد دور خودش جمع میکرد، دو تا سگ سفید و سیاه رو به جون هم مینداخت و بر سر سگ برنده شرط بندی میکرد. اما روند کارش اینطوری بود که سر هر سگی شرط بندی میکرد، اون سگه برنده میشد. اگه میگفت امروز سگ سیاه برنده میشد، حتما سگ سیاه برنده میشد. اگه میگفت سگ سفید، سگ سفید. این روند کارش بود و کلی پول به جیب زده بود. مدت ها میگذره، مردم دهکده میرن موی دماغش میشن، تو رو خدا رازتو به ما بگو. رازش این بود، میگه هر وقت میخوام سر سگ سفید شرط بندی کنم، از روز قبل غذاهای مفید، ویتامین به اون میدم، اما سگ سیاهو چیکار میکنم؟ گرسنه نگه میدارم.
عزیزان داستان فوق شباهت زیادی به زندگی روحانی ما داره. وقتی ما در امورات روحانی مشغول میشیم، از کلام خدا تغذیه میشیم، به جای اینکه بریم غیبمون بزنه، دائم در شراکت مقدسین و مؤمنین هستیم، وعده های خدا رو بر میداریم، با روح خدا انس میگیریم، خودمون رو میسپاریم، در آزمایش ها و سختی ها منتظر خدا میشیم. اون جنبه سفید زندگی ما که چیه؟ طبیعت تازه غلبه پیدا میکنه بر اون سگ سیاه طبیعت کهنه، آن که در من میماند و من در او. چیکار میکنه؟ میوه بسیار میاره، میوه های صبر آبدار میاره، زیرا که عزیزان جدا از من هیچ چیزی نمیتونین بکنین. سرحال هستین هنوز یا نه؟ تو وارد یه مثال دیگه بشیم. اگه خسته این میتونم برای دو هفته دیگه بذارم. یا سرحالی؟ خدا رو شکر. عزیزان وقتی تو دعا میکنی سه تا جواب ممکنه بگیری، نه سه تا با هم. مثلا این موقع دعا میکنی برای پاس، دعا میکنی برای هر چیزی، جواب یا آره است یا نه یا صبر کن. درسته؟ الان من میخوام به وسیله نورهای متفاوت فیزیکی که در دنیا وجود داره یه مثال براتون بذارم. نورهای متفاوتی وجود داره نیست؟ الان نورهای ترافیکی رو میخوایم مثال بزنیم. چیه نورش؟ میتونیم بگین برای اینکه خوابم از سرتون بپره؟ سبز. آفرین. سبز به معنی چیه؟ حرکت کن. وقتی دعا میکنی موقع بلست جوابش، سود خدا جواب میده، یعنی حرکت کن. دیدیم بعضیا اصلا کلام خدا مشخصه، همه چی مشخصه، یعنی حرکت کن. نه من منتظر خدا هستم. نه خواهر، میگم قربونت کلام خدا میگه حرکت کن، بلست. نه من منتظر خدا هستم. یا به دلیل ترسه یا به دلیل تنبلیه. برادر نور عزیز چقدر زیبا گو برای هر مطلبی زیر این آسمان وقت و زمانیست، وقت رفتنه، حرکت کن. اگه چراغ سبز حرکت نکنی چی کار میشه؟ چی میشه؟ ترافیک میشه. آدم ها پشت سرت بوق میزنن. مخصم ببخشین رو میگم تفلک، اگه یه خانومی داره رانندگی میکنه، آقایون که قربونشون برم بلد نیستن، برو چرا نمیری؟ درسته یا نه؟ این خودم شاهدش، اصلا بلد نیست. اگه سبز به معنی حرکت، قرمز چیه؟ نه دکان بسته است. خدا از نگفتن نمیخواد چوبلای چرخت بذاره. یه خالق بیکار جهان رو طوری طراحی نکرده که همه چیز رو علیه تو فعال کنه. نه یعنی فصل بعدی زندگی تو در راه، برو جلو. اما طبیعت کهنه نقاب روحانی دوباره میزنه. نه انقدر من خودم از این تیپ بودم، در آسمونو میکوبم تا چی بشه؟ باز بشه. شاید خدا فکرش عوض شه، نیست؟ شاید نشنده دعای اولیه منو، هیچ کس مثل من این روحیه رو نداشته، الان خدا داره حالمو جا میاره. که با دعا و روزه همچین میخواستم دست خدا رو بپیچونم که فقط کار خودم را بیفته. این دقیقا از آن روح بلعامه که اراده خدا مخالف اون قلب تمکارش بود. چرا قرمز بود؟ توی یه جایی بعدم بریم بخونیم. خدا بهش گفت ببین این فرستادگانی که اومدن نرو با ایشان، نه. چرا چیه؟ قرمزه. بعد اون افراد که اومدن یکم هدایا براش آوردن، هدایا بیشتری. تو باب 22 میگه الان اینجا باشین لطفاً تا بدانم خدا دیگر به من چه میگوید. چرا آقا برام دوباره میخوای دعا کنی؟ به چی احتیاج داری؟ از اون فقط یه آتشی ناسالم داشت برای به دست آوردن امیال خودش، تو موافق قلب تمکار خودش خدا رو راضی کنه. این سمبول کیه؟ افرادیه که اراده خدا رو، اراده خودشون رو بر اراده خدا ترجیح میدن، دنبال اراده خدا نیستن. یه خواهری چند سال پیش اینجا اومد گفت خواهر نصری میشه برای من دعا کنین؟ گفتم اوکی. گفته آخه فقط یه چیزی نگین تو دعاتون.
گفتم چی نگم؟ گفت فقط این کلمه رو نگی، چون سه بار من میخوام ازدواج کنم، سه تا دوست پسر تا نزدیک ازدواج رسه اومدم برای شما که برای من دعا کنین، ازدواج به هم خورده. گفتم واقعا من همش دعا کردم اراده خدا بشه. گفت همین رو نگین، همین یه دونه رو نگین، میشه؟ این یکیه که چارومیه میخوام باشه ازدواج کنم، خواهش میکنم همین یه دونه رو نگین. اگه خدا به تو میگه نه و تو اطاعت نمی کنی عزیزان، نه تنها بذر نیکوی صبر الهی که در تو له میکنی، بلکه چون چراغ قرمز از چراغ قرمز رد شدی مثل بلعام چیکار میشه؟ جریمه میگیری. چون حرکت کردن تو به معنای چیه؟ سرکش بودن توست. چراغ بعدی چیه؟ زرد. صبر کن، سرعت تو کم کن، بازیست و بدان که او خداست. تسلیم باش. همه شرایط بیرونی و درونی متلاطمه، متغایره، ولی تو آروم بگیر، مثل حبقو و دیر بادگاه خودت برو، بر برج بلند با دعا برپا شو، یعنی بالاتر از شرایط خودت در دعا قرار بگیر. منتظر خدا باش در زمان چراغ زرد. گوش در پی صدای خدا باشه، صدای گرم او. انقدر تاریکی سب کن تا چشما در اون همون تاریکی اراده خدا رو بفهمی. سب به معنی نه نیست، سب به معنی حرکت هم نیست. صبر میگه این دوران دورانیه که چی اسمش آسپیلدونگه، داره خدا در تو کار میکنه. صبری که به قول پاستور صد البته نه طبیعت کهنه میشناسه نه اصلا قدرت انجامشو داره. پولس میگه در حالی که ما منتظر خدا هستیم تا خدا به میان بیاد رنج میکشیم. رنج تحمل به وجود میاره، تحمل شخصیت خداگونه به وجود میاره و این شخصیت خداگونه است که امید به وجود میاره و این امید برای خدا صبر میکنه عزیزان، تا صبر الهی میوه عالی در او شکل بگیره. خدا به ابراهیم چی گفت؟ ذریت تو رو مثل این ریگ‌های دریا میکنم. ولی به خاطر فقدان صبر موقعیت تو دستاش گرفت، چیکار کرد؟ حرکت کرد. در کجا؟ در چراغ زرد. خودش سارا بخشی از دنیا در بی‌نظمی و ترافیکی طاقت فرسا هنوز که هنوز قرار گرفته، درسته یا نه؟ خدا به یعقوب زمانی که هنوز به دنیا نیامده بود برکت یافته و مبارک بود، فقط یعقوب صبر نداشت قربونش برم. چیکار کرد؟ رفت با حیله برکت رو از پدرش گرفت. نتیجه چی شد؟ در چراغ زرد حرکت کرد، ترافیک شدیدی به وجود آورد. خودش سالها در تبعید رفت و خانوادش هم دچار مشکل کرد، جایی که به زبان خودش به حضور خدا میگه تو پیدایش 47 آیه 9، ایام سالهای عمر من چقدر اندک و بد بود. چرا؟ چون در چراغ زرد حرکت کرده بود. شاول پادشاه تطهین شده، فروتن، مست شده، جای خدا چراغ زرد به اون نشون داد. انتظار بکش، با امید منتظر خدا باش، ناشکیبا شد. کاری که خدا بهش نگفته بود انجام داد. نتیجه چی شد؟ بی نظمی، ترافیک و خشک و تر با هم سوخت. عزیزان وقتی صبر نداریم خیلی ها دورور ما میسوزن، برعکس ایوب که میگه اگرچه مرا بکشد منتظر اون میمونم. منتظر زمان الهی خدا باش در هر شرایطی که الان هستی. پتروس میگه ای حبیبان، ای عزیزان، یک چیز میخوام به شما بگم که از شما مخفی نیست، یک راز میخوام در گوشتون بگم. یک روز نزد خدا هزار ساله و هزار سال چیه؟ یک روز. یعنی عزیزان در عرض یک روز خدا میتونه تمام زمانهایی که به نظرت ملخ خورده، از دست رفته، جوانیت به یغما رفته، میتونه جبران کنه. کاری که تو در عرض هزار سال نمیتونی انجام بدی، خدا آسمون و زمین رو به هم میدوزه تا در اون زمان خودش انجام بده. آیا این شگفت انگیز نیست؟ ما
ما محدود به برنامه زمانی خودمون هستیم، محدود به تقویم خودمون هستیم. 7 روز 24 ساعت تقویم انسانی داریم، نیست؟ به زبان یونانی تقویم خودمون رو میگن کرونوس. ولی زمانی هست، زمان هوشمند خدا، زمان موعود خدا، موسم خدا. اگه ملول نشوی میگی زمان خدا میاد، زمانی که برای مؤمنان و منتظران همجور که برادر نور عزیز گفت کاشته های خود رو درو میکنن، اسمش کایروسه. من منتظر کایروس خدا هستم. وقتی منتظر خدا هستی عزیزان، تو بهترین رو از دست نمیدی. باور میکنی خدا قصد ظلم و اذیت به تو نداره که خونه بهت نمیده، پاس بهت نمیده، هنوز 40-50 سالت همسر نداری، در پیچ و خم زندگی هستی. خدا از این فرایند انتظار که تو جواب تو راه نیست، فقط استفاده میکنی، تو رو یه جور گیر انداخته. این خدای ماست، چیکار کنیم؟ عاشق ماست، میخواد خصلت خودشو در ما. میگه ارمیا میگه ما رو فریب میده، میبره توی یه جایی که قشنگ منتظرش باشیم تا چیکار کنه؟ تا منتظر اون زمان کایروس خدا باشیم، مثل زمانهایی که یوسف در اون قرار گرفت، تا اون میوه صبر رو در ما به وجود بیاره. 22 ساله برای یه چیزی دارم دعا میکنم عزیزان. 22 ساله نه تنها جواب نده، بلکه بدتر و بدتر و بدتر داره میشه. هر دفعه فقط جون خودم بلند میکنم، میگم من منتظر کایروس خدا هستم. حتی اگه بمیرم چشمای من بسته بشه، خدا جواب این دعا رو میده. آمین. زمان خدا عزیزان مثل یه انقلابه. من اینجوری تجربه کردم، یه انقلاب مثبت، یه جوری وارد زمان تقویمی تو میشه. اصلا فکرشو نکردی، اصلا نمیدونی از کجا این اومد. اون 6 ماهی که من منتظر بودم، فکر کردم باید 20-30 سال طول بکشه تا این چیزایی که هی میگم خدا به میان بیاد، به وجود بیاد در زندگی خصوصی و شخصی من. در عرض 6 ماه خدا زمین و زمان رو به هم دوخت تا اون چیزی که فکر میکنم 20-30 سال بعد نصیبم میشه خدا به وجود آورد. در این حال منم از اون ترسای نهفته، اون وابستگی های قسمت هایی بود آزاد کرد. عزیزان باور میکنی؟ یا آمین جانانه داره الان یا نه؟ الان که به آخر پیام رسیم مجبورم تموم کنم، یعنی این زمان تقویمی انسانه که یه جوری توش بسته شدیم. میدونم که حداقل رو از چیزی که میخواستم تو قلبم بود بیان نکردم، اما میدونم، ایمان دارم حتی از این حداقل، اگه حداقلشو امروز دریافت کرده باشین، ایمان دارم که کلام صبر خدا شما رو آزاد میکنه و به سمت ثمردهی و رسیدن اون میوه صبر الهی در شما جلو میبره. آمین. امروز میتونی برای خودت اختیار کنی. خواهر و برادر عزیز من، مهمون عزیز من، خدای صبور و عالی به تو اینو میگه، میگه من نعمت اختیار رو به تو دادم. امروز اختیار کن، امروز برای خودت اختیار کن کدوم خدا رو میپرستی. آیا منتظر خدا هستی و زمانهای خدا، یا زمانهای خودت؟ ما خالق بیکاری نداریم که گفتم نشسته باشه فقط چوب لای چرخ ما بذاره، بشینه فکر کنه بگه من چجوری جهان رو بسازم که یه جوری چوب لای چرخ انسان بذارم. این ماییم که با بی‌صبری چوب لای چرخهای زندگی های خودمون میذاریم و تازه مانع به وجود میاریم برای اینکه اون پوری، اون زمان خدا رو دریافت کنیم. امروز برای خودت انتخاب کن کی رو عبادت میکنی، صبر رو یا بی صبری رو. امروز خداوند میگه برای خودت این نعمت عالی که اختیار کن، به کدوم سگ درونت تو میخوای تغذیهش کنی. آیا اون خلقت تازه رو میخوای توامندش کنی، یا اون طبیعت کهنه که هیچ صبری حالیش نیست، فقط میخوای فربو
پرورش کنی. امروز برای خود اختیار کن خواهر و برادر عزیزم، روی کدوم اسب سواری؟ اسب سفید یا اسب سیاه؟ امروز خداوند به تو میگه برای خودت اختیار کن روی کدوم زمان سواری تا به عرض موعود برسی، زیر نفوذ کدوم قدرت هستی. امروز برای خودت اختیار کن، چون عیسی با اینکه خدا بود هیچ چیز رو شخصی انجام نمیداد، بلکه تمام تکیهش به روح خدا بود. هر لحظه خودشو میسپرد، در هر سپردنی تو در روح قوی و قوی تر میشی. بذاریم چشمای خودمونو ببندیم و چند لحظه دعا کنیم. ای خدای عالی، شکر میکنم برای کلام عالی تو که امروز هم برای گوشهای شنوا، برای اون چشمای بینا ای خداوند، برای اون پیروان حقیقی تو نور و حیات بود. امروز کلام تو برای سفر زندگی ما، برای راه و طریقهای ما نور و چراغ بود ای خداوند. امروز میخوایم دوباره و دوباره صبر و وفاداری خودتو رو به یاد بیاریم خداوند، وصل بشیم به وصله روح خدا، به این صبر الهی تو، مثل اون تاک، شاخه که به تاک وصله تا اون حیات و اون ثمره رو دریافت کنه، تا جون بگیره در این سفر زندگی، در این دورانهای سخت، در این مصیبت‌ها. ای خدای عالی، نور باشه، نمک باشه به وصله این خصلت عالی الهی. ای خدایی که فقط فرمان ندادی صبر کن، منتظر خدا باش، بلکه ما رو تجهیز کردی به وسیله روح خدا. میخوام امروز خودمونو به تو بسپاریم ای خداوند. من میخوام خودمو به روح تو بسپارم. میدونم که با قدرت خودم نمیشه، میدونم که ای خداوند حتی با روزه و دعاهای خودم خداوند نیست. خداوند اگه صبری بوده تا الان، تحملی بوده، از تحمل و صبر تو بوده که به ما منشعب شده. امروز هم میخوایم مثل اون شاخهی خودمونو به تو وصل کنیم. میخوایم به تو بگیم مهم نیست ها که ای طول بکشه، فقط میخوایم به تو وصل بشیم. میخوایم خودمونو به تو بسپاریم این روح خدا، تا ما متفاوت باشیم در این دنیایی که در بی صبری داره غرق میشه، در تاریکی داره هلاک میشه، در ناآگاهی و جهل داره فرو میره و فقط زور و تلاشای انسانی حرف اولو میزنه. یهوه خدا، میخوایم امروز ایمان رو انتخاب کنیم نه ترس رو. امروز میخوایم صبر الهی رو انتخاب کنیم. میخوایم امروز خودمون رو زیر نفوذ و تسلط روح خدا قرار بدیم. دعا میکنم ای خدای عالی، تا همه نیروی روح قدوس الهی، اون نیروی پرجلال الهی به ما وصل شه، تا ما از اون سرچشمه خداوند تغذیه بشیم، تا در هر وضعیتی در روح، در اون انسانیت تازه نیرومند و توانمند بشیم، تا نه فقط با زجر صبر کنیم بلکه با شادمانی در اون راهی که تو ما رو گذاشتی قدم بزنیم و منتظر تو باشیم. تا اشعیا 40 در زندگی ما، در راه‌های ما، در خدمت ما هویدا و آشکار بشه. آنانی که منتظر خدا هستن نیروی تازه خواهند یافت، قوی شده در آسمان‌های ایمان پرواز خواهند کرد، راه می‌روند، خسته و درمانده نمی‌شن، می‌دونن ناامید نمی‌شن، زیرا منتظران خداوند خجل نخواهند شد. در نام عیسی مسیح، آمین. خوب بشه با هم بایستیم. همین از
یشایا نبی باب 40
چیزهای ظاهر رو میبارن، جواب آخر در زبان منجی تو سیستان مسیح روز که آخر میدون و هر چیزی که بود دیگه خواهد شد. Good job, folks. 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 Good job, folks.